بشه مشم نسل و دوستان عزیز شالوم از اونجایی که خانم های زیادی مادران گرامی به بنده تماس گرفتن و خواستن که ما در مورد خینوخ تربیت بچه ها صحبت کنیم به ازرعت شنبلی ندر تصمیم گرفتیم که مدتی رو برای این کار بذاریم از اونجایی که مسئله خیلی مهمی هست بچه هامون که آینده ما هستن چطور باشون رفتار کنیم و به با همدیگه یاد بگیریم که بتونیم خیلی راحتتر با بچه هامون ارتباط داشته باشیم میدونیم که مهمترین چیزی که پدر و مادر احتیاج هست که با بچه هاشون داشته باشن و نشون بدن محبت هست و این محبت باید به اندازه باشه که بچه ها حس کنن اینجا ما به چی میگیم؟ میگیم unconditional love یعنی یک عشقی که بدون قید و شرط هست یعنی بچه های ما فرزندان ما باید بدونن هر کاری که کردن هر اشتباهی که انجام دادن بله تنبیه میشن که به ذاتشم روی اون صحبت خواهیم کرد باید تنبیه بشن اگه اشتباهی کردن باید سرزنش بشن ولی عشق و علاقه هنوز وجود داره صورت عبوس نشون دادن و اخلاق بعد چیزی رو درست نمیکنه با این بچه ها. و این مسئله خیلی مهمی هست که هر پدر و مادر نه اینکه که فقط موقعی که بچه دیر میاد خونه پدر و مادر ناراحت هستن که کجاست و در اون لحظه هست که عشقشون رو نشون میدن کجا بودی؟ دلم تنگت شده بود ناراحتت بودم و خیلی بچه ها چون که اتنشن میخوان توجه زیاد میخوان باید بدونیم چرا که به اندازه کافی محبت نمیگیرن میان خودشون رو تو درد سر میندازن که چنین چیزی رو ببینن که عشق مادری و عشق پدری رو ببینن چون فقط در این لحظات هست که اگه دیر بیان خونه اگه شب به جایی که نو شب بیان دو صبح بیان خونه و پدر و مادر دم در ایستادن و بغلش میکنن لذت میبره و این خیلی اشتباه هست که باید بچه که تشنه محبت هست باید به چنین وضعی محبت رو به دست بیاره بلکه باید بدونه که پدر و مادر همیشه دوستش دارن هر جور که هست هر،, هر, عمل بدی که انجام داده ما باید نشون بدیم و این بین خانم ها و آقایون هم مستاق میکنه بین زن و شوهر هم مستاق میکنه که این عشق و علاقه رو به همدیگه نشون بدن و نه فقط خصفشان و موقعی که یک نفر مریض میشه بیان و بیشتر بهش نشون بدن که من دوستت دارم که این خیلی اشتباه هست باید در هر لحظه چنین مسئله گفته بشه ما مسئله که حتی در تورات و حق دوشا میبینیم و شینن تام لبانه خواب و دیبر تا بام با بچه حرف بزن ما الان میبینیم که در کشورهایی مثل آمریکا و اروپا اولین درسی که به پدر و مادرها یاد میدن این که به بچه هاشون صحبت کنن نه اینکه بگیم این بچه هست نمی این نمیفهمه و اینها موارد خیلی اشتباهیه که در ایران از قدیم گفته شده حالا جوونه حالا نمیفهمه حالا بچه هست نمیفهمه اینها خیلی اشتباه هست که یا در جلوشون یا در پشت سرشون گفته بشه پدر و مادر باید بشینن و با بچه هاشون صحبت کنن مثل یک آدم بزرگ هر چقدر که ما با اینها صحبت کنیم باشون حرف بزنیم به اینها داریم یک قدرت تصمیم گیری میدیم یعنی تو اینقدر بالغ هستی اینقدر شعور داری که من میشینم با حرف میزنم مثلا خونه امو دعوت شدیم نظرت چیه؟ دوست داری بریم خونه امو؟ یا این که میگیم این چه میفهمه؟ به این چه مربوط اصلا؟ به هشت ساله چه؟ ما بریم از بچه هشت ساله بپرسیم اینها مسائلی که صحبت کردنش با این بچه ها به اینها یک قدرت بلوغ میده که آره تو هم میفهمی تو هم حق انتخاب داری، تو هم ما به نظر تو اهمیت میدیم. باید ببینیم که بچه های امروز چقدر علاقه دارن، دوست دارن موقعی که میبینن پدر و مادر به،, به عنوان یک فرد شخص بزرگ نگاشون میکنن. یک فردی که میتونه تصمیم بگیره و حرفش اهمیت داره. صحبت کردن با بچه ها، مخصوصا مادران گرامی با بچه ها صحبت کنید بنده خیلی موقع که دارم تو خیابون میرم میبینم که مادرها میخوان بچه رو ببرن در اتوبوس که بیاد بچه ها رو ببره مدرسه مادر داره در جلو میره تلفنش دستش هست حالا یا داره مسج میفرسته یا داره واتسپش رو نگاه میکنه و بچه کوچیکه پشت سرش داره راه میره حالا بگذاریم که از نظر حفاظتی کار اشتباهی هست آدم همیشه باید بچه جلوش را بره نه پشت سرش ولی اون یه مسئله جداست ولی در این لحظات هست که تورای ما چی میگه؟ به شیفت خواب، به وته خواب، اوو لخت خواب به درخ در این لحظاتی که مادر میتونه دست بچهش رو بگیره یا موقعی که پدر داره پسرش یا دخترش رو میبره کنیسا یا هر جا موقعی که دارن با هم راه میرن این بهترین زمانی هست که پدر و مادر با بچهشون صحبت کنن نه اینکه فقط بهش بگن این کار اشتباه کردی اون کار اشتباه کردی این طور باش اون طور باش نه اینکه مرتب بخوان بهش نهیب بزنن باش حرف بزنن آره در مورد یه چیزی زندگی که بچه اون فرزند حس میکنه منم پارتی از این خانواده هستم ببین تصمیم منم مهمه حرف منم مهم هست با منم دارن صحبت میکنن میخوایم خونه رو رنگش کنیم دوست داری اتاق تو رو چه رنگیش کنیم و اگر واقعا رنگی که میگه حتی رنگ اشتباهی به نظر ما ولی اگر واقعا چنین رنگی رو دوست داره چه بیداره؟ داره کیب داره که اون رنگی رو که میخواد براش بزنیم با وجودی که ما دوست نداریم میگه میخوام اتاقم قرمز باشه و ما میگیم مگه میشه اتاق یک نفر قرمز باشه باشه که بفهمه که حرفش ارزش داره و بعد که ممکنه شاید قرمزش کنیم این این اتاق رو برمیگرده و میگه واقعا اشتباه کردم رنگ قرمز اصلا خیلی تنده و من اصلا راحت نیستم در این اتاق و ما ممکنه ضرر کرده باشیم ولی اینی که بهش نشون دادیم حرف تو مهمه کما که هاراف حافظ خیم موقعی که ایشون پیر بودن زن دوم گرفته بودن و موقع موعد سوکا بود و رفتن سوکا ببندن سوکا رو که در یک جای حیات بستن خانمشون اومدن گفتن که کاش که اون بر بسته بودی و ایشون دوباره تمام سوکا رو باز کرد رفت اون طرف دوباره خانومش اومد گفت حقیقتا همونجا که بود بهتر بود ببینید ایشون دوباره کسی که یک ثانیه وقتش رو تلف نمیکرد دوباره سوکا رو باز کرد بدونی که یک کلام بگه من گفتم من از اولش گفتم شما گوش نکردی نه دوباره سوکا رو باز کرد رفت اون جای اولش بس که نشون بده حرف تو برای من اهمیت داره حتی اینکه اشتباس و این خیلی مهم هست که ما بتونیم به بچه هامون این قدرت رو بدیم چرا که ما داریم این بچه ها رو میسازیمشون و اگر موقع که داریم این بچه ها رو میسازیم هی بهشون بگیم تو نمیفهمی تو بچه هستی تو چه میدونی اینها فقط باعث میشه که داریم خرابشون میکنیم اون سلف استیمشون رو داریم ازشون میگیریم اون قدرتی که باید داشته باشن که بتونن در آینده بفهمن که انسان مهمی هستن در زندگی کیتیسا ادروش بن اسرائیل تو را میفرماد ملت اسرائیل رو ببر بالا همیشه بعد بچه همون رو ببریمشون بالا نه که بزنیم تو سرشون تو نمیفهمی تو چی میدونی تو چی سرت میشه این مخربترین کار هست که یک معلم سر کلاس که متاسفانه کاش که معلمان می دونستن با تمام درسی که خوندن متاسفانه معلم هستند هستن که مخرب هستن سازنده نیستن اون معلم هایی که عصبانی میشن برای بچه میگن تو هیچی نمیشی تو اصلا برای چی میای مدرسه تو همون بری بیرون تو مغازه کار کنی برات بهتره برای چی میای تو که چیزی نمیفهمی وای بر این معلم هایی که چنین صحبتی میکنن وای بر پدر و مادرهایی که اینقدر بر سر فرزندشون میزنن از روی عصبانیت تو هیچی نمیشی تو اصلا به درد نمیخوری تمام اینها مخرب هست بچه هامون به هر طوری که هستن و این رو باید بدونیم ربطه همه بچه ها یک جور نیستن حتی فرزندان خودمون با هم دیگه فرق میکنن یک نفر خیلی باهوشتر هست و این رو باید بدونیم موقعی که یک بچه میخواد به دنیا بیاد قبل از اینکه نطفه این کامل باشه ملاخ این نطفه رو میبره پیش هشه میگه هشه این بچه باهوش باشه یا نباشه این تصمیم گرفته شده توسط قودشابریخو خوب و ما بر سر این بچه که داریم میزنیم چه فایده ای داره خودش خواسته بله پتانسیال دارن که به درجات بالا برسن و ما باید از اون استفاده کنیم ولی بله اینکه باید بچه های خودمون رو اول بشناسیم ببینیم تا چقدر میتونه بکشه که ما را میگه طبق وزن شطور بار میذاری روش یعنی اگه شطور قوی است بار سنگین بذار اگر یه شطور کوچیکی هست نمیکشه بار کمتر بذار هر کسی باید ببینه که بچهش چه باری رو میتونه متحمل بشه چون یک نفر دیگه در مدرسه نمره خوب گرفته دلیل نمیشه که بچه ما هم باید خوب بگیره آره برو نگاه کن ببینین چه نمره هایی داره اینها مواردی است که چون ما بچه های خودمون رو نمیشناسیم ما فقط میخوایم مثل بقیه باشیم بچه ما مثل یک نفر دیگه باشه شوهرمون مثل یک نفر دیگه باشه هر کس یک مزال داره هر کس یک قدرت داره و این دوباره خیلی مهم هست موقعی که ما میخوایم ایرادگیری کنیم این خودش یک درس خیلی مهمی هست ایرادگیری کردن خیلی راحته همه بلدن ایرادگیری کنن خخامین میفرمانه. اگر بلد نیستی تعریف از آدم کنی ایرادگیری هم نکن خیلی راحتی که آدم بیاد کنیسا بگه چرا سندلیا این طوریه چرا این, این طوریه بره تو عروسی هر جا بشینه و فقط ایراد بگیره غذا خوشمزه نبود نمکش کم بود ولی تعریف کردن مهم هست آدم باید بلد باشه که تو بچه هاش یه چیزی رو پیدا کنه که تعریف کنه نه اینکه فقط و فقط صبح تا شب داریم از بچه‌هامون ایراد میگیریم چرا کفشت اینجا کندی چرا شلوارت اونجا کندی چرا دیر اومدی چرا زود رفتی چرا کیفت اینجاست چرا درس نمیخونی چرا این کار میکنی چرا اون کار میکنی این بچه ها رو آسیشون میکنیم باعث میشیم اون عشق و علاقه ای که باید بینمون باشه از بین بره یادمون باشه ربوتک خخامیم میفرمان موقعی که داری تعریف میکنی از یک نفر مانند که داری پول تو بانک میذاری هی hey داری این حساب رو قویتر و پرترش میکنی موقعی که داری ایراد میگیری از یک نفر مانند این است که داری پول از حساب میکشی بیرون انقدر ایراد میگیری انقدر ایراد میگیری مثل اینکه که انقدر هی hey پول از حساب میگیری که یه روز حساب خالی میشه پدر مادرایی هستن که انقدر دیگه ایراد گرفتن از بچهشون که دیگه به قول معروف ما پوست بچه این کلوف شده میدونه دیگه میاد خونه باید بشینه و این ایرادا رو گوش کنه و این خیلی اشتباه هست که بودن شلو معاملخ میفرماد ال توخخ لس پن ایسنایخا هوخخ هاخام به یعوکا معنی خیلی ساده شلو معاملخ میفرماد آدم بد رو آدم مسخره کن رو نشین نصیحتش کن چون بدتر دشمنت میشه آدم خخام رو آدمی که عقل داره رو برو و بهش نصیحت کن دوستت خواهد داشت چرا؟ چون آدمی که عاقله میفهمه میگه برای خوبی خودم گفته اگه گفته که من چنین کار بدی انجام دادم میخواد من آدم بهتری بشم این خیلی توضیح ساده بود توضیحی که خخامی میدن که خیلی قشنگ و جالب هست میفرماد ال لس موقعی که به یک نفر میخوای ایراد بگیری و نصیحتش کنی نگو تو بدی نصیحتش که میکنی نگو تو بدی تو آدم راشایی هستی تو آدم نفهمی هستی تو این طوری تو اون طوری خوخخ اولین چیزی که بهش میگی تو خیلی آدم خوبی هستی تو خیلی شعور داری تو فهم داری تو صدیق هستی تو بچه خوبی هستی تو آدم درستی هستی اگر چنین طوری رفتار کنیم و بعد بهش بگیم انقدری که تو خوب هستی حیف توی که چنین مسئلهی که پیش اومده اگر این هم درستش کنی دیگه کامل میشه همه چیز ببریمشون بالا انسان احتیاج به احترام داره حالا چه بچه باشه چه پیرمرد و پیرزن 90 ساله باشه این احترام لازم هست و ما باید این احترام رو به بچه هامون بدیم به شم در جلسات بعد بیشتر و بیشتر در این روی این مسئله صحبت میکنیم برو خدنال اولامن و آمن.